سلام، برای تحول ما محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارم میزبانی برنامه هستم. در حالی که طالبا دامنه مانور جنگی خود را گسترش دادن و قسمت های زیاد از ولایت های افغانستان را به گونه مستقیم تهدید میکنه و گزارش های منابع بین المللی مثل سیگار هم نشان میده که یک مقدار طالبا در قسمت های زیاد تانستن که یک قسمت از خاک تحت کنترل خود بیاره، شورای عالی صلح در این وضعیت از باز شدن دفتر طالبان در کابل ابراز آمادگی میکنه. آقای خلیلی که امروز در کنفرانس ظاهر شد گفت که امیدوار هستند بتانند حداقل گزینه‌ها و فاکتورهای پیچیده صلح را به موفقیت برسانند و راه‌های حل بحران امنیتی را از طریق صلح جستجو کنند. محور بحث امشب ما با مهمانای ما در ارتباط به این موضوع است. قبل از اینکه به استودیو بیاییم مهمانای خود معرفی کنیم، همکارای بخش خبری ما گزارش دارند. بعد از این گزارش برمیگردیم. روند صلح گری پیچیده که با تلاش های شورای صلح در 8 سال گذشته باز نشد. اکنون مقام های این شورا گرد هم آمده از فراخوان تازه برای طالبان سخن می زنند. این بار شرط و شروط در میان نیست. رئیس دبیرخانه شورای صلح می گوید اگر طالبان حاضرند در کابل برای آنها دفتر باز خواهد شد. هله کوله که څنګه چې حزب اسلامي راغی په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو دفتر په کابل کې ولري، من آماده یو چې همداسې دفتر ورکو او یو باعزته مذاکره چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملت غوښتنه وي په دې کې برخه واخلي. رئیس جدید شورای صلح کارکردهای 8 سال گذشته شورای صلح را نوشته بر روی یخ و بی اثر می داند. این مقام نخست شورا می گوید طرحهای تازه روی میز دارند، اما با داعش هیچ مذاکره نخواهد شد. طرف ما تحریک طالبان است در پروسه صلح هم، نه داعش. و اگر بنا شود که داعش و طالب یکسان فکر کنیم، من معتقدم که ما خیلی به بیراه میریم. این شورا با آن که از مخالفت پاکستان در روند صلح افغانستان انتقاد می کند، اما برای طالبان فرصت تازه را نیز در نظر دارد. طالبان نه هیله که او چه هر حق میکانیزم چه دیده پر قابل دی قبول وی، من آماده ای چه در صلح مذاکرات تا اکنون طالبان در برابر خواستهای شورای صلح پاسخ مثبت ندادند و گاه گاه هم این شورا را فاقد صلاحیت پنداشتند، موردی که شورای صلح آن را نمیپذیرد. حکومت افغانستان آماده است تحت هر میکانیزمی که قابل قبول برای طالبان مصالحه باشد وارد گفتگو با آنان شود. حکومت میگوید که اکنون تماس با گروه طالبان وجود دارد، اما تا هنوز موقف طالبان روشن نشده است. مهمان که امشب در بحث با ما هستند جناب آقای احمد سعیدی، سابق دیپلمات افغان در پاکستان و استاد دانشگاه، آقای شمس راسخ، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح، و جناب آقای عبدالجبار قهرمان، عضو ولسی جرگه افغانستان. مهمان را شما دید میگم، بحث را از آقای راسخ میخوایم شروع بکنیم. طرح باز کردن دفتر طالبا در کابل جزء پلان های تازه شورای عالی صلح هست یا نه؟ چیز هاشی بفرمایید. عرض سلام ادب دارم خدمت شما جناب آقای فیاض، جناب آقای سعیدی صاحب و جناب قهرمان صاحب، وکیل ما شورای ملی و همچنان بینندگان محترم. شورای عالی صلح افغانستان در واقع از 5 ماه به این طرف تحت رهبری جدید جناب استاد خلیلی و همچنان ترکیب و تشکیل جدیدی که در واقع به نحوه تغییرات به میان آمده، تلاش داشتن و تلاش کردن در واقع که یک سلسله اصلاحات و اقدامات اساسی را در درون شورای عالی صلح انجام بدن تا شورای عالی صلح را به عنوان یک بدنه فعال و با ظرفیت آماده در واقع وارد شدن به مذاکرات صلح و انجام مذاکرات صلح در واقع بسازن. 5 ماه تلاش تا اینجا تا این مرحله در واقع نتایج مفید را به بار داشتن. یک سلسله اصلاحات و یک سلسله اقدامات جدید در درون شورای عالی صلح انجام شده. یک روسی شما اگر بگوین ببینین در قبل در واقع یک سلسله اقدامات یا یک سلسله کارهای صورت گرفته بود و تشکیل شورای عالی صلح به نحوی بود که متاسفانه اون نتیجه را که انتظار میرفت ازش و اون نتیجه را که در واقع مردم افغانستان از شورای عالی صلح انتظار داشتن متاسفانه به او رسیدگی نشد و انتقادات زیادی هم در واقع روی شورای عالی صلح صورت میگرفت. بنابراین در تشکیل جدید کار روی استراتژی جدید شورای عالی صلح با رویکرد جدید در واقع صورت گرفته که یک مقدار تغییرات در این رویکرد آورده شده. به عنوان مثال، مثلا قبلا بخش ادغام مجدد مخالفین حکومت افغانستان در سطوح محلی در واقع یکی از استراتژی ها، یکی از پالیسی هایی بود که شورای عالی صلح در واقع در بدل پرداخت مبالغ یا بالاخره امتیازات این کار را انجام میداد، ولی
متاسفانه همین امر یا همین اقدام موفق نبود، باعث بالاخره سر و صداها و بالاخره مشکلات و چالش های زیادی کردید. بنابراین این بار با مطالعه ای که صورت گرفت در واقع با تجربیاتی که حاصل شد این بخش ها لغو شدن، یعنی این بخش ها او بخش هایی که حداقل شورای عالی صلح را با مشکل و چالش مواجه میکرد او بخش ها را لغو کردن و بخش های جدید را مبتنی بر نیازهای اساسی امروز در واقع اضافه کردن و کمیته های شورای عالی صلح در واقع در سطح ولایت بودن و با تشکیلات متفاوت تری کار میکردن و با شیوه متفاوت تری کار میکردن، امروزه با شیوه جدیدتر تحت همین استراتژی جدید در واقع کار میکنن. یکم اگر از این بازی با کلمات بگذاریم یکم روشتر که بفهم مردم چی چیز شد، بخشای نوک شما جور کردین چی هست؟ قبلا در واقع مشخص نبود که واقعا کمیته های شورای عالی صلح چگونه کار میکنن، یعنی ارتباطشان با مرکز که شورای عالی صلح باشد دچار سکتگی بود، دچار مشکل بود، یعنی اون مدیریت لازمه که باید صورت میگرفت و اون نظارت صورت لازمه که باید صورت میگرفت و اون هماهنگی لازم، مهمتر از هر چیز او هماهنگی لازمه که باید میان دفتر مرکزی شورای عالی صلح و کمیته های ولایتی شورای عالی صلح میبود نبود. متاسفانه یک خلای پالیسی و استراتژی در واقع وجود داشت و رنج میبرد شورای عالی صلح از این مورد. بنابراین همین میکانیزم به صورت روشن این بار تعریف شد در واقع که شورای عالی صلح چگونه دفتر مرکزیش کار بکنه و شورای و دفاتر و کمیته های ولایتیش در واقع چگونه لینک داده شون با دفتر مرکزی و اینا چگونه فعالیت بکنن. ببینید در کل در واقع تلاش شده در این 5 ماه، هرچند زمان کافی نبوده، در واقع 5 ماه فرصت کافی نیست. ببینید شورای عالی صلح در واقع مسئولیت خیلی کلان را پیش روی داره. صلح افغانستان مسئله پیچیده است. این کار یک هفته ای است تا 5 ماه. من فکر نکنم چیز کلانتره که حداقل در 5 ماه برخ مردم. من فکر نکنم جناب. یک هماهنگی بین دفتر مرکزی و دفتر محلی و حذف همون منابع پولی که بر طالبا داده میشه. جناب آقای فیاض، اگر ما مسائل را این گونه سرسری بنگریم بهش ریشه‌ای و عمیق پرداخته نشه، گروه ها بالاخره جمعیت ها و شاخه های متفاوت سیاسی و بالاخره اجتماعی نهادهای مدنی بالاخره تمامی اینها اگر نظرشان و اگر دیدگاهشان در موقع در این استراتژی در نظر گرفته نشه، این کار یک هفته ای نیست که بالاخره ما بیم شورای عالی صلح خودشان در بین خود بشینن یک چیز را تدوین بکنن، طرح بکنن که هیچ کسی دیگه شامل در اون نباشه. در واقع ببینن ما نیاز به یک اجماع داخلی داریم و این اجماع داخلی ای هست که تمامی حلقات که در افغانستان در عرصه سیاسی دخیل هستن خود را ببینن باستاب نظرات اونها دیدگاه اونها. کار شما خیلی شکلی است ماهوی، خب شکل تغییر دادین، دمانیت چی تغییر کرد؟ ببینید تا زمانی که ما شکل تغییر ندیم، تا زمانی که او ظرفیت لازم در شورای عالی صلح ایجاد نشه، انتظار آوردن صلح یا کار جدی در از شورای عالی صلح در واقع یک مسئله. اجازه بدین تفسیر پاسخهای شما را از آقای سعیدی هم بگیریم. با سلام عرض ادب خدمت آقای قهرمان، آقای شمس، جناب آقای فیاض، شما یک قول راست بگم یا تو غلط و دروغ گپ زدید. حالا اینجا راست اومدیم شما. ببینین من امروز صحبت های جناب آقای خلیلی را سخت برش احترام دارم، یک شخصیت حلیم بردباری و شخص دیگری هم آقای اکرم خلباک شنیدم. من بیاد دارم که جناب آقای خلیلی اضافه تر از 8 سال معاون رئیس جمهور بودن و اکرم خلباک هم طی 2-3 سال بسیار تلاش کرد تا گلبدین حکمتیار را بیاره در پروسه صلح. آقای در دوران 8 سال دوره معاونیت دوم ریاست جمهوری خود بدون شک اگر آقای خلیلی گام هایی که در راه صلح برداشتن حالا بر بیدار. دوم آقای اکرم خلباک که آقای حکمتیار آورده اگر به صلح فایده کرده جنگ ختم شده با آوردن طالبان حتما این کار میشه، خیال میکنم بدتر میکنه میادم. خب اون چی که من میگم بس حوالی دارم که اینا گفتن که ما دفتر به طالبان میتیم و طالبان سالم کنیم و اندونیزیان به ما وعده داده که کنفرانس اسلامی را دایر میکنه. من چند کلمه میزنم شما حوصله کنید. اول می شورای عالی صلح با کی صلح میکنه؟ به گروه ملا ایت الله، به گروه ملا نورزی، به گروه ملنان نیوزی، به گروه داعش، به گروه القاعده، به گروه نصر، به گروه سرفروشان اسلام و بالاخره با گروه که اشرف غنی رئیس جمهور میگه که ما با 21 گروه تروریستی در افغانستان میجنگیم. هست تو یا نه؟ با این 21 با چند تا اینا آشتی میکنن؟ یک. دوم این طالبی که اینا میارن با او دفتر میتنن، طالبی که امروز از شرق و غرب رابطه داره به کشورهای مختلف از روسیه گرفته تا ایران تا امریکا پول میگیره می جنگه، جنگ افغانستان نه جنگ اسلامی است که به فتوای ملای اندونزی حل شه، نه جنگ مذهبی است، نه جنگ دینی است. جنگ افغانستان جنگ مزدوری است، جنگ نیابتی است، جنگ نیابتی است. اینجا جنگ منطقوی است و فرا منطقوی است. جنگ امریکا روس، جنگ چین روس، جنگ پاکستان هند، جنگ ایران و سعودی است.
چرا شورای عالی سوریه تو گپ میزنه؟ چرا این تو گپ میزنه؟ چرا منطقا فکر نمیکنن اینو؟ دوم، ما رابطه گرفتیم شورای ولایتی. شورای ولایتی تو 7 سال میشه شورای ولایتی بوده، این معاشا دلارا رو میخوردن، چیکار کردن؟ کالا بکن. پس من جناب آقای خلیلی رو مرامت میکنم، من یک دیگه شکرم خلوکشه. به خاطر از اینا که اینا از این دفتر معاش میگیرن. معاشای 10000 و 5000 و 2000 دلار است. اگر همین رو یک جلسه نگیرن و نگویند که ما راجع به صلح کار میکنیم، خب مردم سر و صدا بلند بیچاره مجبوره نمیگه بگن. خدا شاهد است که به فتوای ملاهای اندونزیا سگم نمیخنده. کسی ولگ ارزش هم به اندازه پول بده. به خاطر اینکه جنگ جنگ مذهبی نیه، جنگ دینی نیه، جنگ نیابتیه، جنگ قدرت نمایی، جنگ زور است، جنگ استبداد است، جنگ مافیا است، جنگ مواد مخدر است. شما زمانی جنگی را میتونید آقای فیض در کشور خاص کنید که حکومت مزبوط پاسخگو، شورای عالی مصمم، مردم مصمم در یک پروسه منطقی و ملی قرار گیرد. من با خدا تکرار میکنم که میگه پارک شوردم خیلی خنده ای میگرفت و من سبا روز شنبه یک نوشته ای میبرم که من نوشته میکنم که در جنگ افغانستان چی است، این گروه ها چی است. شورای عالی صلح نمیفهمه. یک کلمه عرض میکنم، ببخشید. شورای عالی صلح میفهمه که جنگ فلپین 50 سال دوام کرد، به چی پروسه به راه رسید. شورای عالی صلح میفهمه که جنگ اسرائیل عرب که حالا ترامپ میخواد پایتخت بیت المقدس بسازه به صلح رسید. این سرنوشت نه، این سرنوشت رو ملت ها میتونه تعیین کنه، نه آقای خپلواک که دیروز وزارت سرحدات طرف فروخت، امروز یک جای دیگر هم میفروشه. بسیار شکر. اجازه بزنیم منطق صلح‌جویی از مجرای شورای عالی صلح رو از جناب آقای قهرمان پرسیم. بیایم یک تعریف کنیم، تعریف شما از یک شورای بزرگی که آقای سعیدی میگن میلیون ها دلار قربان رای صلح شده اما یک شمشیر هم از طرف شورای عالی صلح زده نشده. چی تعریف شما بر اول بر شورای عالی صلح داریم؟ بیایم با ما رو بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی لیدونکو ته میلمنو ته تاسو ته خپل نیکی له سلام را وړاندې کوم. لومړی پیا صاحب، زموږ ضرورت د صلح دپاره، موږ واقعا عیني ضرورت لرو. موږ باید د هرې مجرا څخه تلاش وکړو، دا که لږ نتیجه ورکوي یا ډیره، هم په کور کې دننه هم بیرونی اړخ. درست دی، زه د خپل جنگ لویه عیسه بیرونی اړخ بولم، ولی په کور کې هم عوامل دي چې هغوی د پردیو دپاره دلته اسباب ګرځېدلي دي. که تلاش وسي، نن چې ما د دې دواړو خبرې واورېدلې، د دې دواړو په خبرو کې ما بعضې مثبتې نکتې پیدا کړې. مثلا راځم درته. مثبتې نکتې دا دي چې هم باید په کور کې دننه تلاشونه وسي، دا ممکنه ده. هیڅ څوک دې د دې څخه نظر نه اړوي چې په کور کې دننه د دغې مسلې یو اړخ نه حلیږي. زه دا ثابتولی سم چې دا کار حلیږي. ما ته خپل په ولایت کې معلومیږي، هلمند کې. هلمند کې دوی د رهبری کې تغییر راوستی. هلته د سولې د شورا دپاره یو داسې وړ کس وګمارئ چې واقعا هغه په بیرون کې ډیر ښه نفوز او ښه تاثیرات لري. ابله ورځ ما سوال ځینې درلودې، خبرې مې ورسره کولې. ما تر اوسه پورې په دغه دوې درې میاشتې کې چې تلاشونه کوي د څه نتیجې ته رسېدلی، باور وکړه چې ما ته یې د 15 نفرو داسې خلکو نمونه راواخیستل چې هغه مخکې ډېر په شدت جنګېدل، ولې دوی دې نتیجې ته رسېدلي وو چې هغه ساړه کې او د هغوی سره ژبه پیدا کړي. اوس نو که دا لړۍ په ټولو ولایتونو کې سړی مقیاس ورکی، یا دا نن زما سره د بدخشان سه زموږ د وطن د ګوند د برخې مسول چې هلته زموږ دوست دی چې څوک د هلته زموږ د ګوند د انسجام پروګرامونه په مخه وړي، ما ته یې وویل چې قهرمان صاحب زموږ نن ناسته درلوده د احزابو سره. بل شکل مطرح کړو قهرمان صاحب، یو بل پیچلتیا یا ترینګلتیا هم شته که آقای سعیدی ورته ښه اشاره وکړه. اوس که موږ په لویه سطحه پیننه دومره په جنجال اخته یو چې ولسمشر زموږ لومړی مرستیال نه مني، اجرایه ریاست ولسمشر نه مني، او یو بل پسې مې راخیستې هره ورځ وهو، څنګه کوی شي چې یو شورا داسې یو ډېر لوی ارمان او هغه مخالفین چې غواړي برلاسي دي؟ ما درته وویل چې یو نفر هم سړه وو دا هم غنیمت دی.
در دغه هیڅ عمل یو نفر سړول هم غنیمت دی. اما که سور شي تاسو با خدای دی وشه خپل مثال درته وای د خپل ولایت دا وشه مخپل مثال اما هلمند کې ډیر شدید جنگ دی. ما دا اوس مې نه دی جنگ، هغه جنگ چې دوی میاشتې مخکې و اوس نه. یعنی هلمند اوس امنیت شته ستونزه هلمند کې؟ ما درته وویل هغه جنگ چې دوی میاشتې مخکې موجود و هغه فشار چې دوی میاشتې مخکې موجود و اوس نهشته. زه به پوهېږم، ما ته وضعیت معلومېږي، د وضعیت جاد زه اخلم، ما تا ته تشریح نه کړی سو. ما درته وویل چې د بدخشان په هکله باندې زموږ مسؤول، زموږ د انسجام مسئول چې هلته څوک دی، هغه ما سره وویل چې نن موږ د ګوندونو تر منځ غونډه درلودل، سبا دی بله ورځ دی ایحت راځي د مرکز سه، په دې کې مشاور وزیران هم دی، یو خارجي ورسره دی او یو تعداد د سولې د شورا مسؤولین هم ورسره دی. دا سفر لري د ټولو ګوندونو څخه غوښتنه کوي چې هر څوک په خپله عرصه کې تپو تلاش وکړي. دغه زموږ په کور کې چې دا یو تعداد خلک زموږ دا اوس پیلن د پردیو دپاره عوامل ګرځېدلي دي، که چیرې موږ لږ په سړو مغزو باندې د ټولو امکاناتو څخه کار واخلو. دا اوس ګورئ د وطن ګوند نن زه پر دغه نقد لرم، پر خپله خلیلي صاحب باندې ټول ګوندونه یاد کړل، تماس یې ونیوئ، ولې هغه لوی اعظمي ګوند چې یو وخت یې د صلحې په خاطر خپل رهبر هم قرباني ورکوي، حتی د قدرت هم تیر سول د دې دپاره چې په دې وطن کې باید صلح راولي. اوس هم هغه خلک متحد دي په دې خبره باندې. زه ورسره په تماس کې یم، په څلور دېرش سره ولایتونو کې زموږ ملګري هر څوک په خپل وخت او زمان په خپل ولایتو کې والی پاته سوی دی، په خپل ولایتو کې غټ غټ مسؤلین پاته سوی دی، هغوی تاثیرات لري. څومره چې موږ تاثیرات لرو کیدای شي دغه نور ګوندونه هم عین تاثیرات ولري. که دغه ټول امکانات لږ په سړو مغزو وکارول شي کیدای شي موږ دغه د پردیو دپاره چې دلته په سادګي او اسانۍ باندې کم عوامل دلته آماده دي او هغوی دغه نیابتي جګړه په ډېره اسانۍ دلته مخته وړي، کیدای شي هغوی ته یې ګرانه کړو، کیدای شي هغوی ته یې مشکله کړو. تی راسئ چې دغه په کور کې دننه هڅې په نیک پال باندې ونیسو، ولی د دې په څنګ کې زه د بیرون وازه چې هم تر ډېره حده پورې څارم، هغه فشارونه چې اوس پیلن نړیوالې ټولنې په نړۍ په سطحه باندې اچولی دي، که چیرې لږ نور هم دا فشار جاری وساتل سي، زه امیدواره یم چې هغه بیرونی فشارونه او په کور کې دننه دغه نظامي فشارونه او دغه د خلکو په ذریعه باندې د ګوندونو د قومي مشرانو څخه کومک غوښتل، د علماو څخه کومک غوښتل، د دې هلې ځلې کیدای شي موږ په دې اخر منتج کړو. که چیرې په ټول وطن کې په سل کې سل صلح رانه وستای سو، ولې یو فیصدي خو کولی شو چې ګام پورته کړو. دلته یو شی بله م اضافه کول غواړم، یو شی بله م اضافه کول غواړم، وبخښئ په دې ارز بازارات د دې خلکو په خبرو کې معقولې خبرې چی شوي. ته چې پر خپل مخالف غږ کوې چې زه هېڅ پېڅ شرط نه لرم، دا خپله مثبته خبره ده. دا خپله دا ولس خوله هغو ته جوړېږي چې وروره مخکې خو تا ویل چې زه پې شرط، ولې دا خلک درته وایي چې پې شرط نه لرم؟ راسه د ملا پر ذریعه راسره کښېنه، راسره کښېنه، د ځوان په ذریعه راسره کښېنه، راسره کښېنه، د سپین ږیري په ذریعه راسره کښېنه، راسره کښېنه، د دې په ذریعه. د کرزي په وخت کې هم دا پې شرطونه نه وه، پې شرطونه هغوی وړاندې کوي. نه، تر ډېره حده پورې کرزي صاحب شرطونه وړاندې کول. که ستاسې مثلا څه شرط؟ ولې تاسې ته به ویل چې زه دفتر کې د بیرغ نه منم، دفتر دې په پلاني ځای کې نه منم، دا پلاني شی دې نه منم، زما اساسي قانون واکمن منې، دا به کوې. یو دمې وخت بېرته بل ډول تاسو ته ګورو، یک وقفې کوته. اجماع منطقه به خاطر حمایت از پروسه صلح افغانستان به وجود آمده، اما حکومت افغانستان میگوید که پاکستان در این بخش همکاری نکرده است. رئیس جمهور افغانستان بارها از تمامی کشورهای اسلامی خواسته است تا در تامین صلح در افغانستان نقش ایفا کند. دوباره خوش آمدین. باز هم طرح پرسش بسیار کلیدی اظهارات ایدال آقای خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان رو در کنفرانسش مبنی بر باز کردن دفتر بر طالبان در کابل. حالا پشت ایدال، ای آرمان و احتمالاً به قبل مردمی خیال پردازی چی منطقه نهفته است که از آقای راسخ می‌پرسیم؟ چطور ممکن است؟ ببینین، یک چیزی که خیلی مهم هست که در این کشور باید حتما در نظر گرفته شود، این هست که حوزه انتقاد و نقد در واقع حالا چه
با اسناد باشه چی بی اسناد باشه، به هر حال چی محکم باشه چی نامحکم باشه، خیلی وسیع هست. متاسفانه شما هر اندازه بخواید نقد بکنید، انتقاد بکنید، هر چقدر با بنیاد یا بی بنیاد هم باشه، متاسفانه در این مملکت رواج یافته. من با تمام احترامی که به جناب آقای سعیدی سیدارم بزرگ ما هستن، نظراتشون محترم هست در واقع، ولی ما یک چیز دیگر میخوایم به عنوان یک شهروند افغان در واقع بگویم که ببینید ما تا کی میخوایم اندیشه های منفی را ترویج بدیم. حالا پرسش شما، یک لحظه اجازه بدید جناب آقای فیصلی، یک لحظه اجازه بدید، تا کی را میخوایم در واقع مثلا منفی تزریق بکنیم در افکار عمومی، تا کی را میخوایم در واقع بدندیشی را ترویج بکنیم؟ ببینید ما شما میپرسم آقای راست، ما صرف نظر از اینکه ما در مورد صحبت های آقای سعیدی مهر تایید بزنم یا نه، قصاص چه مردم میکنن، ما شما میپرسم آیا 2+2=6 میشه؟ که نمیشه. هر اون چیزی که از توصیف و تحلیل با توجه به واقعیت های عینی در جامعه صورت میگیره، نه بدون از اون، هر چی ما مثبت بگوییم چیزی وجود نداشته باشه. دقیقاً روی همین مسئله هم میایم، ما روی همین مسئله هم میایم، ما واقعیت ها و عینیات جامعه افغانی و دشواری هایی را که در این مملکت وجود داره را که بخشش را جناب وکیل صاحب هم اشاره کردن، خود آقای سعیدی هم اشاره کردن در واقع به بخشش، اینا را باید در نظر بگیریم. کار شورای عالی صلح کار ساده ای نیست، آوردن صلح کار یک شبه و ساده واقعا نیست، نیاز به اجماع داره، نیاز به همدلی داره، نیاز به همنوایی داره. در واقع ما اگر شما به عنوان رسانه و جناب آقای سعیدی صاحب به عنوان کارشناس و جناب آقای قهرمان صاحب به عنوان وکیل شورای ملی در واقع اگر در این هم نوایی در این هم صدایی در واقع شریک نباشیم، سهیم نباشیم و قرار باشه فقط منفیا را انگشت روش بگذاریم، نه اینکه شورای عالی صلح بهای از انتقاد در واقع در بره یا که از انتقاد بترسه، ما او را هم میپذیریم در واقع، ولی بیایم به مثبت ها به هم بیندیشیم. حالا افغانستان در این مقطع واقعا نیازمند صلح هست یا نیست؟ حالا به این مفهوم یک سوال اساسی هست، بنان همگی ما نیازمند صلح هستیم، اما به این مفهوم نیست، ولی به این مفهوم نیست که یک جسم مریض بتونه یک کار بسیار ثقیل را انجام بده. کدام جسم مریض جناب؟ حالا منطق بیرونی جریان‌های سیاسی نسبت به شورای عالی صلح همین جسم مریض است. در یک جایی که حرف اول را حکومت میزنه و در او حرف هم توافق وجود نداره، شورا هیچ مانع را تو برای انجام نداره. ببینید شورای عالی صلح بزرگترین کاری که شده مثلا چی؟ شورای عالی صلح با رهبری جدید در واقعی که در گذشته شورای عالی صلح حالا در طول 10 سال یا بیشتر از 10 سال چیکار کردن، من اینجا نیستم که به هر حال از تمامی کار قضاوت مردم برمیگرده به تمام این دفاع بکنم در واقع من. میفهمم که بالاخره انتقاداتی وجود داره و چالش های وجود داشته در ایش هیچ شک نیست، ما تا موقعی که او انتقادات رو نپذیریم، ضعف ها رو نپذیریم، هیچ وقت قلم مثبت رو نمیتونیم برداریم. لذاست اینجا ما 5 ماه هست در واقعی که تلاش حالا مضاعف دیگه را آغاز کردیم که بیایم همون مشکلاتی که شما امروز انتقاد میکنین روش در واقع و انگشت میگذارین همون را اصلاح بکنیم، ابتدا به خود نگاه بکنیم و از درون شورای عالی صلح از اینجا آغاز بکنیم. یک سلسله مشکلات در سطح حکومت در سطوح سیاسی در واقع وجود داره، این هم یک معضل هست، ما این را هم میپذیریم. بیاین که این بحث یکم جمعتر که بتونیم یک نتیجه بگیریم، شما طی 5 سال حتما یک پلان داشتین روش کار کردین در مورد صلح افغانستان یا نه؟ فقط کوتاه ما استراتژی جدید رویش کار کردیم. بله استراتژی جدید در واقع در شورای عالی صلح رویش کار شده، شورای عالی صلح تمامی اعضایش رویش تفاهم دارن. در این مورد قسمی که وکیل سیمون گفتن، این استراتژی جدید با حلقات سیاسی مختلف، با احزاب سیاسی مختلف، با گروه های سیاسی استراتژی درست شده. بله آیا باز شدن دفتر طالبان در کابل جزء از استراتژی است یا خارج؟ ببینید این یک پیشنهاد بوده که داده شده، ما چرا گزینه ها را اساس یک منطق قبلی میشن؟ بله ببینید طالبان، حالا او بخش طالبان مثلا که جزء بدنه افغانستان این مملکت هستن، میتونن بیاین، چرا که نه، چرا ما در مملکت خود چرا مثلا مذاکرات صلح چرا در اینجا نکنیم؟ شورای عالی صلح هنوز هم معتقد است که طالبان خوب و بد دارن؟ بله بین ما تفکیک خوب و بد را برای طالبان در واقع انجام ندادیم، ما شما میال انجام میدیم. ما با صحبت های ما از کجا شما گفتین طالبایی که جزء بدنی ببینه. ما هستن ما یک بخشش که اگر اونایی که خارجی ها هستن در واقع یا در بخش مثلا مربوط به کشورهای دیگه هستن، ما با اونا نداریم، ما با داعش در واقع مثلا ما صلح نداریم، ما با گروه های تندروی دیگه در واقع صلح نداریم، طرف اصلی شورای عالی صلح طالبان هست در واقع و ما با طالبان میخوایم وارد مذاکره شیم در واقع و اونا هستن. طالبان خارجی هستن یا افغان هستن؟ طالبان ما با باور داریم که یک بخشش قابل توجهش در واقع خود افغان ها هست. ببینید طالبان در اینجا بالاخره یک موقع حکومت داشتن، یک بخش قابل توجه یعنی یک بخش بزرگش افغان هست. بله. بله. آیا این بخش بزرگی که شما در کابل برش دفتر باز میکنین، فکر میکنین که اینا توانمندی و استقلال آمدن به این دفتر داشته باشن با شما تا ببینید ما گزینه ها رو باز میگذاریم، ما هیچ وقت راه را در واقع بسته یا درها رو بسته نگه نمیداریم.
پروسه صلح در واقع اگر واقعا حسن نیت خود را ما در واقع نشان ندیم، اگر این راه ها را باز نگذاریم، اگر قرار باشه شرط و شروط بگذاریم، در واقع تثبیت کردیم و ثابت کردیم که میل و اراده ای به صلح نداریم. ما اگر شورای عالی صلح امروز میای تمامی گزینه ها را در واقع باز میگذاره، به این معنا هست که ما آمادگی صلح را داریم. در واقع در ما با این طالبایی که آقای راسخ با این طالبایی که میای شما با بیرقشان دفتر میتین، باید بیرق طالبا به اهتزاز در بیاد کابل یا نه تحت بیرق شما؟ ببینید جناب آقای فیاض، چیزی که مهم هست و کلیدی هست یه است که بالاخره همین نزدیکی ابتدا آغاز شود، یک دفعه یک بار حداقل باب یک مذاکره که باز شود، بالاخره یک راه که هر دو جانب در واقع روش به نحو تفاهم در کلیاتش به تفاهم برسن، این بالاخره باید گشوده شود. جزئیات مسئله شما آگاهی را دارین آقای راسخ؟ شما مشاور هستین در شورای عالی صلح، با طالبایی که در کابل میان با بیرق طالبان در کابل میان یا تحت بیرق شما؟ ببینید ما بازم اگر اینا بپذیرن، فرضاً یک فرضیه اونا پذیرفتن، بیرق خودشان یا بیرق شما؟ ببینید جناب آقای فیصل، جزئیات ما بازم خدمت شما عرض کردم، ما در واقع اینو پیشنهاد کردیم که طالبان بیاین، این گزینه باز هست پیششون که در اینجا میآیند، مثلا در قطر میآیند مذاکره میکنن، در جای ثانی میآیند مذاکره میکنن. شما بازی گفتین و جزئیات را در واقع ما قدم های بعدی هست که او را اعضای شورای عالی صلح در واقع و رهبری شورای عالی صلح در واقع میشینن مشخص خواهد کرد. پس پلان وجود نداره، اونها هم خواستای شما بدون پلان است. ببینید آقای جناب آقای فیاض، این گونه نیست، اونها هم بالاخره شرط و شروط و بالاخره مسائل خود را مطمئنا خواهد داشت. شما این گونه نیست آقای، شما گفتید استراتژی داریم، با اساس استراتژی ما پیشنهاد کردیم که دفتر باز شود. اگر استراتژی است، جزئیات هم در وجود داره. اگر استراتژی نیست، با اساس گپای روزمره، ببین استراتژی ما ایره میگه که استراتژی ما ایره میگه که بالاخره درها باز هست، چه در افغانستان چه در بیرون افغانستان. دیگه اینکه جزئیات یا بیرق در اونجا باشه یا بیرق در اینجا نباشه، ما فکر نکنیم که این مسائل باشه که در واقع بتونه جلوی صلح را بگیره یا باعث اختلاف کلان شود. چون بیرق ما در اینجا نیست، ما بنان وارد صلح در افغانستان نخواهیم شد. چه فکر میکنه که هنوز هم شورای عالی صلح بدون یک برنامه روزمره است و خواستا و برنامه ها هم فقط با سنجش های انتظاری یک فرد که آقای خلیلی باشه شکل بگیره تا یک مشوره قبلی؟ اگر شما صحبت های آقای شمس در اول در بخش اول متوجه شده باشین، گفت که تغییرات سیاسی و بنیادی در شورای عالی صلح آمده و زمان خیلی سبب بوده، ما کارهای خوبی کردیم، استراتژی داریم. میک ببینم برستی تنو جای آقای صلاح‌الدین ربانی آقای خلیلی پر کرده، جای آقای معصوم استانکزی و اکرم خلواک دیگه، خانم پیرکی های سابق است حاجی دین اومد اونجا ششته قوزی به قات ششته که میمین اونا که 10 سال میشه معاش میگیرن دلار میگیرن دیگه. تغییر چی است؟ یک ببینیم که بیان، من میخوام امشب منطق و علمی بس کنم. امروز شورای عالی صلح گفته که ما بدون پیش شرط، جناب قهرمان هم گفت بسیار خوب گپ است، بدون پیش شرط برستی که جاده صلح جاده یک طرفه نیست و مردم افغانستان به صلح مانند آب حیات ضرورت دارن. این رو من میدانم. خب طالبا قبلا پیش شرطاشو معلوم است. یک، قانون اساسی افغانستان مردود است، باید تغییر خوره. شورای عالی صلح صلاحیت این تغییر قانون اساسی رو داره؟ اگر داره بگو، اگر نداره چرا گپ بزنه؟ گپی دوم، این آقای راسخ کود میکنه، پاس کود کنه شما. یک، دوم، طالبا گفته که قوت های خارجی اشغالگر است، تا قوت های خارجی باشه ما به صلح نمیایم. قوت های خارجی تا 50 سال دیگه به افغانستان هستن، امروز اعلان کردن که پایگاه نظامی میسازیم در اینجا، قوت ها خرم زیاد میکنن. شورای عالی صلح توان کشیدن قوت های خارجی را در شرایط موجود داره؟ پیش شرط طالبا است. یک، دوم، طالبا حکومت اشرف غنی را حکومت مردود و مزدوری بیگانه خوندن، بیگانه خوندن. آیا حکومت شورای عالی صلح صلاحیت داره که اینو بدر کنه، حکومت دور کنه؟ اگر این صلاحیت نداره بوزی نکنه. واقعیت چی است؟ واقعیت چی است؟ شما شورای عالی صلح به شمول ممنند نکنه، اونا مجبور هستن. مثل که حالا کمیسیون انتخابات امروز میگه که ما تصمیم گرفتیم که به 4 ماه اسویه تذکری میده. گوش کنید، یک بی منطقی. ببخشید، حالا یک گپ آقای راسخ گفت، شاید گفت با بنیاد یا بی بنیاد ما انتقاد میکنیم و افغانستان یک چیزی که خیلی زیاد قابل پذیرش هست، این منطقه انتقاد. حالا اگر شما بپرسیم به جای آقای خلیلی فرض کنین شما باشین، چی چیزی را میتونین به جاش تغییر بدین؟ من اگر به جای آقای خلیلی باشم، میگویم که سیاستی را که حکومت وحدت ملی پیش رو گرفته، اول رئیس جمهور جنگ و مشت و یخن خود به معاون اول خود ختم کنه، رئیس جایی با رئیس جمهور این شرم پس کنن، مطلق العنانی، رشوت، اختلاس. مثلا امروز شما به شهر بازار میرین،
به صد جاکشای اشرف غنی و عبدالله زده است، باز امروز خانم اول هم عکس خود به بازار نصب کرده. اینا 40% پول تقاعدی متقاعدین دولت داده نمیتونه، به عکس خود مصرف کردن به بازار. همین پارلمان که نمیشته اینام چوب هستن، پول متقاعدین 40% نمیتونه به تصویر عکس خود. اینا میتونه حکومت کنه مثلا، اینا میتونه مردم قناعت کنه. همین تو چیزای همین تو کلهای همین تو مغزای به شمول شورای عالی صلح. پس منطق شورای عالی صلح به قبل شما یک منطق اضافی است؟ نه نه، چی منطق؟ نه منطق نه نه، من منطق نمیگم، بوزی بوزی است که ما اومدیم بخیر کار شروع کردیم، ان شاء الله کار میکنیم، اگه ماش هم میگیریم چند روز رسانه رد مار نگیرید، یک سالی تیر میشه خلاص. حالا یا هم درست نیست که بگوین که رئیس شورای عالی صلح بر رئیس جمهور بگه که اول شما بین خود جور بیاین مشکلات حل کنین، بعدش باز کل مشکلات شما حل شد ما صلح میاریم. یک چیز باید باشه، یک برنامه در ارتباط با صلح باید باشه. او برادر همی رئیس عالی صلح و همی گپ بگه صد مشکل ایجاد میشه. همی رئیس شورای عالی صلح آقای خلیلی باز تکرار میکنم، از نگاه فهم دانش از نگاه بردهوری بهترین آدم است. اما آیا اجازه داره پیش اکرم اخبار که 100 روپیه آقای خلیلی به کسی حواله کنه؟ بیارم اسناد به شما، تو اخبار باک 100 روپیه حواله نکنه، خلیلی صلاحیت امضا نداره. بسیار تشکر. یک وقت فکوتا سود برگرد. حکومت افغانستان میگوید از طالبان میخواهیم هر میکنه که مورد قبولشان باشد ما آماده هستیم به خاطر آغاز مذاکرات آن را بپذیریم. در کنار آن طالبان در هر کشوری که دفتر و دیگر تسهیلات به خاطر آغاز گفتگوهای صلح بخواهند حکومت آماده است. سلام مجدد، برنامه تحول، من محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارم میزبانی برنامه هستم و نقطه‌ای را که کد کردیم از آقای قهرمان، یک خوشبینی یا یک نقطه مثبت را که آقای قهرمان در ارتباط به اظهارات تازه شورای عالی صلح و گپای تازه آقای خلیلی در ارتباط به باز شدن دفتر طالبا در کابل و میروند صلح است، نبود پیشرفت از جانب افغانستان است. حالا منطق نبود پیشرفت از جانب حکومت افغانستان تا چی حد میتونه تسهیل کننده روند صلح باشه، تا چی حد میتونه چالش برانگیز؟ قبل از اینکه آقای خپلواک روی آقای قهرمان روی اسی صحبت بکنه، همکارای بخش رسانه اجتماعی یا فیسبوک ما دیدگاه یا منطق باز شدن دفتر طالبان در کابل را به پرسش گذاشتن از کسایی که در فیسبوک با ما هستند و نظریات متعدد را دوستا در ارتباط به ای دادن که ما یک قسمت از این نظریات را گرفتیم و خدمت شما پیش میکنیم. بس را که جناب آقای گلران جهادی خپرندوی اداره که البته یوزر فیسبوک است گفته آخر عقل هم چیز خوب است، ما در سنگر مبارزه همراه شما قرار داریم و شب روز در جنگیم، منطقتان قبول میکند که دفتر امارت در کابل باز شود مگر این که آتش بس شود، راه برای خروج تدریجی اشغالگران باز شود، زمانت بین‌المللی و مسئولیت سیاسی وجود داشته باشد، از یک طرف ما در لست سیاه کفار و از یک طرف دفتر در کابل بی‌معناست، فقط یک کشور ثالث بی‌طرف مثل ترکمنستان یا اندونزیا یا کشور ثالث بالخیر که از منافع طرفین سود ببرد میتواند نقش بازی بکند. آقای مصطفی نگزاد گفته که تنها بربادی افغانستان طالبان نیست، حکومت به جای توجه به طالبان کم به خود توجه کند، چرا دولت برای طالبان دفتر را ایجاد کند؟ آیا با دفتر دادن برای طالبان افغانستان آباد خواهد شد؟ آیا با دفتر دادن حکومت غنی عاری از مشکلات خواهد شد؟ دفتر برای طالبان برنامه ای است برای منافع خود حکومت و دولت، نه افغانستان. رفی رسا روفی نوشته که یک نمایش بیش نیست، خودساختگی و خودباوری در صلح کشور کدام تاثیر مثبت نخواهد داشت. نصرالله کاظمی نوشته که دفتر که جور شد با تقاضای وکیل، سهم پارلمان، وزارت و غیره، تا که این رئیس جمهور است بدانید که هیچ روز خوش نخواهیم داشت. ضیاء الحق حقانی نوشته که از کشورهای بیگانه که در کابل دفتر صلح برای طالبان خوب است. فتای بهبودی بابا غنی کله خود به کار انداخته، چرت نزنین همه چیز جور خواهد شد. و میر خسرو کار خوب است به شرط که عامل معلول را اجازه صلح بدهد. البته بازم منطق پرسش که از آقای قهرمان پیشتر مطرح کردیم، نبود کدام پیشرت از جانب حکومت برای طالبا در باز شدن دفتر طالبا در کابل یا روند صلح چقدر میتونه مثبت باشه و چقدر میتونه منفی؟ گوری خلقو عرض تغییر ممکن دی، انسانان تغییر کی مش دلته دغه طالبانو نمخ کی نور خلق هم درلودل،
چولیه و نفر خارجی زن نرد، چه دا اساسی قانون نرد، چه دا مزدور حکومت نرد. ولی مجویل دل چه دا طول شیانستا او خلق راغلل یاو. دوام خبر امریکایانو دیو چه پر سر پیسی ایشوی چه دا پا تور لیس کدیز با باید دوغنا پیسی ورکم چه دا باید مرکم. اگه دا تور لیس دا ووتی که دا طول شیان ممکن وی حالی زلی مغندی تلاشونه ول چه لامبو پسی ویه پا لاس پا درسی چه ویل چه پا دریاب که گوهر نسته. دا سولی دا پار از مر اشد ضرورت دی مش باید تلاشو کو دا چه مش پا کور که دننه چمره ما پا که دای سوزه دا دی سولی یو بل شد تجربه دا شهید دکتر نجیب الله پا وقت که چکل دا مسالحی سیاست اعلان سو دا از سره چه تا تا ناستیم مش په جنوبی غرب کې وظیفه واخیستل په کندهار، هلمند، روزګان، زابل کې چې باید موږ د محلي قمندانانو سره کار وکړو تر څو دا جنګ سوړ کړو. علمي صاحب وظیفه واخیستل، دا دی علمي مژمندی دی، زه مژمنده یم. دې علمي په سلهاوو قمندانان راوستل د دې نظام سره په توافق تمام دغه علمي راغی حکومت چپ کړ. دا خو بیا وروسته خبرې دي، دا بیا زه پر دې بحث نه کوم. زه د هغه وخت بحث درسره کوم، پر سوله بحث کوم. زه خپل هم په دې باندې مثلا ما پاک سولم چې زه لویه برخه ته په یوه تیاره کې ما 15 قمندانان جهادي راوستل در ډاکټر نتیجه بکشنو زه نتیجه درته وایم. لږ حوصله کوئ، قربان مسم، احساسات مشکل نه لی. زه تا ته یو شی زه مثال راوړم. زه چې ډیر خوشحاله یم په دغه درې کاله وخت کې چې ما په دغه مصالحه کې کار وکړي په دې ډیر خوشحاله یم. کرنل د پاکستان کرنل امام به د دغه اوو تنظیمو د نظامی مسؤلینو سره یو ځای د دې تنظیمو مسؤلینو زما ژغاوري. دوی به کندهار و هلمند ته ایحت راولېږي چې جنګ تشدید کړي، فشار زیات کړي. باور وکړي چې په هر ولایت کې 200 کسه نسو جوړولی. یو به دورې ځان ځینې وستی، بل به دورې ځان ځینې ویستی. موږ یعنې په هغه وخت کې د زرهاوو انسانانو د ژوند باعث وګرځېدلو. که چیرې جنګ په هغه شدت دوام درلودای لکه در دې در مخه چې مصالحه وه، کیدای شوی په زرهاوو انسانان دواړو طرفو ته د منځه تللي وای. ولې دغه تلاشونو چې یو تعداد مجاهدینو هم دې ته لبیکو وای، داخلي قمندانانو مثبت اقدامات او هم په اصطلاح په څنګ کې ورسره د دې خوا هلو ځلو کول د پردیو پروګرامونو د ډیر خند سره مخامخ کړل. زه دا دوسته افغانستان هم ګلګلزار کې وروسته لغنه ما درته وویل چې په هغه مکته کې خو په زرهاو انسانان ژوندي پاتې شول. په زرهاو انسانان له منځه لاړل، کابل اوار شو. نو چې ما درته وویل دا چې وروسته بیا د کومې توطیې ښکار دا د قضیې بل اړخ دی. تی دا ټول مصره ګډوي. هر د تاریخي مرحله هر مکته ځان ته خپل وخت لري، په خپلو شرایطو. د تاسو د نجیب د زمانې د سولې لاسته راوړنه چې اوس یې غواړئ تمسک کوي خلکو ته، همدا به چې یو تعداد کسان راشي، حکومت ونیسي، هر کوڅې کې نفر ووژني بالاخره، که نه یو تدریجي روان. دا د قضیې بل اړخ دی. موږ یو ډېر معقوله طرحه چې د داخلي قمندانانو سره باید موږ نتیجې ته ورسېږو، او په نتیجه کې رښتیا هم موږ دې نتیجې ته ورسېدلو. دا پاکستان رالی ډېر ځلې تلاش وکړي چې د علي بند والوزي، ولې هغه د حاجي امیر لالی اوس شهید شوی دی، مړ دی، وفات دی، پروردګار دې وبخشي. دا امیر لالی تر پایه دې تاجر نه شو چې د پاکستان دا پروګرام ته ځیګر. اما هغه پاکستان وشوه چې تاسو هغه قوي اردو چې په سیمې کې اول اردو ما درتهوویل. دا خو بیا بله قضیه ده چې موږ څنګه سکوت وکړي. موږ د شرق او د غرب د یو ډېرو لوی توطیې ښکار واقع شو افغانان. تاسې دا دومره ساده ما د تاسو خپل پښتو د تاسو د خپل ځواب نه چې ښاغلی سعیدي هم پوښتنه وکړه که طالبان شرط کې دي. تاسو ویلې چې حکومت ښه والی مثبت ټکی دا ده چې شرط نږدي. احتمال که هغوی شرط کې دي چې د اساسي قانون تبدیل او دا بهرنیان دي اوسي. ما درته وویل غوږ نیسه، ما درته وویل دا خو هغه وخت دی کې کښېږ دي او همدلته یو تعداد خلک و دغه شرطونه یې ژوول. موږ ولیدل چې دا شرطونه له منځه ولاړل. کیدای شي په طالبانو کې هم یوه ایسه خلک تعقل ته مخه کړي چې د جنګ د چا دپاره دوام، ولې دوام. دا اوس زه د خپل محیط څخه برداشت لرم و خلکو، زه د خپل محیط سره په تماس کې سړی یم، د خپلو خلکو سره په تماس کې سړی یم. د طالبانو لویه برخه خلک په کور کې دننه